معاون سیاسی ریاست الوزراء در ادامه سفرهایش امروز در یک گرده همایی در میان مردم ولایت پنجشیر شرکت کرد. مولوی عبدالکبیر در این گرده همایی می گوید که حکومت سرپرست به دلیل نداشتن امکانات هوایی قادر به کنترل گجزنی هواپیماهای بی سرنشین امریکایی در فضای افغانستان نیست. این پیسه به امارت اسلامی نمیاد، به افغانستان میاد، این شک نیست. لیکن با تصرف امارت اسلامی نیست، اما مؤسسات مکرر میکنه. البته کم مؤسسه کدام که امین باشه خوب کار میکنه، او را متعید میکنیم، استقبال میکنیم، سر هم اعتراض نمیکنیم. تیرای بپلوت که است، بدمشی است، وسایل ما و شبکه ما سگا وسایل میبود که در زمین نیست، انشاءالله در هوا نمیبود. اسلامی امارت داخلی او خارجی سیاست، داخلی او خارجی پالیسی د شرعت په چوکاټ کې مخته وړاندې وړي، له دنیا سره ښه روابط غواړو، له دنیا سره ښه راشه درشه غواړو، له دنیا سره ښه تجارت غواړو. این مقام امارت اسلامی از مخالفان حکومت سرپرست یک بار دیگر خواست که به کشور برگردند و از آنان حمایت و پشتیبانی خواهد شد. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این نشست از مبارزه و استادگی مردم پنجشیر در برابر اتحاد جماهیر شوروی استقبال کرد و افزود که جهاد به رهبری احمدشاه مسعود برای نخستین بار از ولایت پنجشیر آغاز شده. وقتی که لشکر سرخ تجاوز میکنه سر افغانستان، کشور مقدس ما شما، این جهاد از امید دره پنجشیر شروع آغاز میشه. در آن وقت امیر احمد شاه مسعود جناب از امین جا میره طرف نورستان. اینجا حالات ایجا ابتر میشه روز بروز. مقام لوای رهبری فوقلاده ولایت پنجشیر، قماندانی و استخبارات ولایت پنجشیر یک کمیسونی با صلاحیت و جداگانه را به خاطر رفع مشکلات مردم و به خاطر سمع شکایت یک کمیسون ناجور کردند. همزمان با این شماری از عالمان دین نیز در این نشست خواستار تامین عدالت به گونه یکسان هستند. وحدت امت اسلامی، وحدت مردم افغانستان با عدالت اجتماعی به دست می آید. عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی از پامیر بدخشان تا پنجوایی قندار یکسان رعایت شود. در این نشست سرپرست وزارت صنعت و تجارت می گوید که در روزهای پسین نزدیک به 6 میلیارد دلار در بخش معادن در کشور سرمایه گذاری شده و همچنان 10 کارخانه در چندین ولایت تازه ایجاد شده است.